الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة والشهادتان كعيدة الإيمان والصوم والصلاة وحج والزكاهات. گشت به قرآن آخرین کشتی نجات بر بشریت خوش آمدید میگم. در برنامه امروز ما کوشش میکنم که صحبت مختصر داشته باشم راجع به تشیع و تسنن در اسلام. البته انگیزه برای ما وقت پیدا شد چرا در این مدت یک تعداد زیاد دوستا سوال میکنن، ایمیل میکنن در مورد شیعه و سنی، فرق بین شیعه و سنی چی هست، اختلافات در کجا هست. ببخشید، ما یکی از دوستایی که همی هفته برای میمیل کرده بودن برشان وعده کردم که من انشالله در همی هفته روی تفاوت هایی که بین شیعه و سنی هست اختلافات بگویم یا از دیدهای مختلف مطالعه میکنیم و میبینیم که قرآن کریم در این مورد چی داره. البته صحبت مختصری است، 15-20 دقیقه که من صحبت میکنم، نمیشه که تمام اختلافات مطرح شود و زیادتر نفع میخواییم. عمیق به صحبت ها هم من میخواییم برم. به اون خاطر تصمیم گرفته شد که سر اختلافاتی که اختلافات جزئی یا ظاهری است، یکی از اختلافات است، اختلافات است که ما فرضاً تشیع و تسنن در ظواهر اختلافات داریم، چیزهای عمده نیست و این اختلافات نه تنها در تشیع هست بلکه در خود تسنن، در مثلا شافعی و شافعی حنبلی مالکی و حنفی، اینا هم اصل اختلافات در ادای نماز و در ایران در چیزای اصل حرکات و چیزای بخصوصی هست که تفاوت ها وجود داره. پس این تفاوت ها تفاوت های عمده نیست. چیزی که بسیار عمده است، مسئله که ما میخواییم سرش یک اندازه صحبت بکنیم و ببینیم که این تفاوت ها در کجا هست. اولی که خود پیروان تسنن و تشیع، هر دو الحمدلله هر دو مسلمان هستن، هر دو مؤمن هستن، این را همه باید بفهمیم. کسی که به خدا اعتقاد دارن، به روز آخرت ایمان دارن، اینا معتقد به همه مؤمن به خدا هستن، همه مسلمان به خدا هستن. تشیع و تسنن هر دو به امی پین بنای اسلامی که کلمه و نماز و روزه و زکات و حج است معتقد هستند و پابند هستند. و آل در مذهب تشیع اصول دین هست که یکی توحید است، یکی رسالت هست، معاد است، عدل است و امامت هست که در تمامشان سنی ها با هم موافق هستند، به استثنای مسئله امامت که در اختلاف بین تشیع و تسنن ایجاد شده و این اختلاف متاسفانه تا امروز که 1400 سال ازش میگذره هنوزم باقی است. البته باید یاد کرد یک نکته را من میخوام که یک سوی تفاهم است البته امیر هم حل بکنم، که یک تعداد زیاد برادرای تشیع ما، دوستان تشیع ما، اونا به یقیده هستن که تسنن سنی ها به اهل بیت و به حضرت علی اونقدر اهمیت نمیتن، اونقدر احترام ندارن یا پیششان مهم نیست. اینا چیزهایی است که درست نیست، اصلا درست نیستن. یعنی هر مؤمن به خدا، به حضرت علی که شخصیت بسیار والای اسلام است، اونا در شخصیت بودن که در دامان پیامبر کلان شدن صلی الله علیه و سلم، کسی بودن که واقعا علم و دانش از پیامبر آموختن، دامات پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن و ضمن خلیفه چهارم اسلام از جمله خلفای راشدین که ما برش یاد میکنیم، ما سنی ها از جمله خلیفه چهارم یکی از خلفا بودن.
و ضمناً اینا شخصیت هایی بودن که در زمان خلافت خلفای پیش از حضرت علی سه خلیفه دیگر اینا مشاور بودن، اکثرا در بس امور مشورت میکردن چون دانش و علمشان واقعا چشمگیر بودن. خب این مسئله باید حل شود که هر مؤمن به خدا مسلمان، منظور مسلمان ها تمامشان، و حضرت علی کرم الله وجهه و ضمناً و فامیل پیامبر خدا یعنی اهل بیت کاملا معتقد، کاملا احترام هست. البته یک نکته ما همینجا بهتر است که تذکر بتم که یک احترام است، یک احترام است که فوق العاده زیاد میشه، از حد و حدودش میگذره، که ما انشالله سر از او صحبت میکنیم که یعنی تا کدام اندازه، حد حدودی که اما حد حدودی که قرآن و اسلام بر ما اجازه میده، چرا از حد اگر بالا شد خب واضح است که باز هم منصفانه نیستن. خب در اینجا اختلافات بین تشیع و تسنن که بحث امروز ما هست، البته که من یاد کردم در پنج اصول دینی که بین تشیع هست فقط مشکل اساسی یا اختلافات در مسئله امامت هست. این اختلاف از کجا ایجاد شد؟ اختلافی که شیعه و سنی به شکل عملیش مسلماً که از زمان وفات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی اونا وفات کردن خب باید جانشینی می داشتن و این جانشینشان خب به مو تاریخ اگر ما بریم ورق بزنیم می فهمیم که چه حادثات اتفاقات افتاد و چون پیامبر خدا در بستر مرگ بود و رحلت میکردن حتما باید جانشین باشه که دولت اسلامی را نمایندگی بکنه، دولت اسلامی را به مسیر درست و راستش رهبری بکنه. خب در امیج اختلافات ایجاد شد که مسلمین و حضرت ابوبکر صدیق بیعت کردن. من نمیخوام وارد جزئیات شم چرا بحث ما این بحث نیست که من دقایق را بگذرانم سر مسائل جزئیات چیز، یعنی خود ابوبکر صدیق برش بیعت شد و به رئیس خلیفه اول انتخاب شد که در عظمی چیست که اختلافات، اختلاف تشیع و تسنن ایجاد شد و برادرای تشیع ما به یقین هستن که حضرت علی امام اول مسلمین باید میشد، امیرالمومنین باید میشد و اونا یک حدیث را خبر میتن که البته حدیث در منابع تسنن و تشیع هر دو ذکر شده که وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در بستر مرگ بودن خواستن که یک قلم و کاغذ آماده بکنن، چیزی میخواستن بگوین که پیش مسلمین باشه و آخرین چیزهای هدایات خود را بتن به اصطلاح. و حضرت عمر رضی الله عنه گفت که پیامبر خدا حالش خوب نیست، در این مرحله شاید چیزی بگویند که یک مشکل دیگه بین مسلمین ایجاد شود. به این شکل راپور داده شده در کتابهای تسنن و تشیع در هر دویش. و آل برادرای تشیع ما به یقین است که شاید پیامبر خدا نوش نمیکرد که حضرت علی خلیفه مسلمین هست بعد از چیزی های امام است یا خلیفه است. خب اینا فکر میکنم شاید هم یک چیز بوده، ولی حضرت عمر به او شکل یک استنباط کردن که شاید حال پیامبر در اون مرحله خوب نیست، شاید نتانند کنترل بکنن چیز نوش نکنن که یعنی یک اندازه پریشانی در وحدت مسلمین ایجاد شد. و ضمناً چیز دیگه را که برادرای تشیع ما بسیار معتقد هستن برش، البته خب مسئله غدیر خم هست در جایی که بعد از حجت الوداع محمد صلی الله علیه و سلم با یارایشان با اصحاب که جمع غفیری البته جمع کثیری از مسلمین بودن در اونجا جمع شدن و اونا مطرح میکنن که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دست حضرت علی را بالا کرد و گفت که
هر کسی که مولیش هستم، دوستش هستم، علی مولا دوستش هست، مولایش هست، که من سر کلمه ولی و مولا و ولایت اینا یک ذره صحبت میکنم به مخاطر به مستادگی را در اینجا چیز کردم، مطرح کردم. و برادرای تشیع ما میگه که در امونجا در حقیقت محمد صلی الله علیه و سلم حضرت علی را انتخاب کرد به جانشینیش چیز است. در حالی که از دید تسنن اونا فکر میکنن به عقیده است، در کتابا نوشته شده که وقتی که محمد صلی الله علیه و سلم میآمدن به سوی مکه معظم به خاطر طواف، به خاطر حج، حضرت علی را موظف کردند که در مسیری که میآید باید از قصبات و قریه ها صدقات و زکات اینا را جمع آوری بکنه. معمولا جمع آوری پول اینا یک اندازه اشکالات ایجاد میکنه و روابط بین مردم و حضرت علی کرم الله وجه یک اندازه متشنج شده بود و برای پیامبر خدا راپورش رسید. و میگن که در اونجا که رفت پیامبر خدا به خاطر از اینکه امی تشنج برداشته شوه و یاد کرد که هر کس ما دوستش هست، علی دوستش هست و کسی که خدایا کسی که علی را دوست میداره دوست بدار و کسی که علی را دشمن میداره دشمن بدار، این راپور البته در کتب، در تمام کتب داده شده. اونا به استدلال هستن که نه، ای به او خاطر بود که به خاطر بود کمی تشنج برداشت شده. تشیع به یه استدلال هست که اونم اونجا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حضرت علی را جانشین خود تعیین کرد. برام حالا ما میاییم سر مسئله ولایت. سر مسئله ولایت که همی اختلافی که گفتیم در بین تشیع و تسنن هست که ولی و معنایش اصلا ولی هست، یعنی ولایت از ولی گرفته شده. ولی چندین معنا داره. ولی میتونه دوست معنا بده، میتونه که همپیمان معنا بده و ضمناً یک معنای جامع دیگه هم داره که سرپرست و صلاحیت دار و اینا هم معنا میده، یا صاحب اختیار هم معنا میده. که ما میخوایم که ببینیم که در قرآن کریم در این مورد چی میگه. البته ما چند آیه از قرآن عظیم شان را خدمت عزیزان میخوانم که اول در سوره اعراف، اگر ما آیه سوم سوره اعراف اگر مشاهده بکنیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیل ما تذکرون، میگه شما پیروی بکنین از اون چیزی که از جانب خدا برتان آمده. قرآن کریم برای ما مسلمین همه شیعه و سنی اساسی ترین منبع هدایت هست. و در این کلام مجید خداوند میفرماید که او مسلمین شما پیروی بکنین از اون چیزی که از جانب ربتان برتان آمده، که این قرآن عظیم شان هست. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، و غیر از خدا کسی دیگر ولیتان نگیرین. قلیل ما تذکرون، اندک پند و درس میگیرن. آله در اینجا امی کلمه ولی وقتی که ذکر شده به اونم معنی است که من یاد کردم، که مسئله صلاحیت دار و صاحب اختیار و یا سرپرست به این معنی اگر بگیریم، این معناها صرفاً و صرفاً بعقیده من در سراسر قرآن امیست که صرفاً به خود خداوند اطلاق میشه و من کاملا مختص به خود ساخته ایره. به مخاطر گفته که غیر از خدا هیچ کسی دیگه ایره ولیتان نگیرین، هیچ کسی دیگه سرپرستتان نباشه، هیچ کسی دیگه صاحب اختیارتان نباشه و هیچ کسی دیگه به عنوان صلاحیت دارتان نباشه. البته یا چنانچه در سوره یوسف، اگر ما سوره 12 قرآن پاک هست، بریم آیه 101 مطالعه بکنیم، در قسمت دوم آیه خداوند میفرماید که البته از زمان حضرت یوسف است که فاطر السماوات والارض، که تو ایجاد کننده آسمان ها و زمین هستی، انت ولی فی الدنیا والآخره، تو ولی ما هستی در دنیا و آخرت، توفنی مسلمن، مرا مسلمان تسلیم خود بگردان بمیران، و الحقی به صالحین، و در جمع صالحین محسوب بگردان. پس اینجا ببینیم که این خصوصیت ولی، یعنی
توضیح داده میشه که فاطر السماوات والارض، یعنی ایجاد کننده آسمان ها و زمین خودت هستی، از عدم همه چیز خودت به وجود آوردی، قدرت مطلق پیش خودت است، پس صلاحیت دار خودت هستی، سرپرست خودت هستی و صاحب اختیار ما فقط و فقط خودت هستی و بس کسی دیگه نیست. پس این خصوصیت در این آیه مبارک هم به این شکل توضیح داده شده. و یک جای دیگه که حتی قرآن کریم در سوره عنکبوت اگر ما مطالعه بکنیم آیه 41ش، خداوند برای از اینکه ما بنده هایش متوجه شویم اهمیت مطلب را، برای از اینکه ما متوجه شویم به اصطلاح عظمتی مطلب را که چقدر عظیم هست و اگر ما از این تخطی میکنیم چه اشتباهی بزرگ را میکنیم، قرآن کریم در می آیه 41 سوره عنکبوت میفرماید که مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا ان و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. خداوند میگه کسایی که غیر از خدا کسی دیگه رو ولی خود میگیره، ولی البته ما گفتم در بمی معنای صلاحیت دار، صاحب اختیار و سرپرست به این معنا، اگر کسی هر مؤمنه اگر غیر از خدا کسی دیگه رو میگیرن، مثل از ایست که میگه به خانه جولا چنگ زدن، خانه عنکبوت چنگ زدن. ببینید و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، میگه ضعیف ترین و سست و بی‌بنیاد ترین خانه هم خانه عنکبوت است اگر بدانند انسان ها. پس ما به چیز چنگ بزنیم، به دستاویز محکم چنگ بزنیم که خدا هست، خالق ما هست و این کتاب است که برای ما روان کرده خداوند و ما میتونیم که از لابلایش هدایت و نور بگیریم و راه خود روشن بکنیم. و باز هم تکرار میکنم که یگانه کتاب است، یگانه منبع هدایت یا اساسی ترین منبع هدایت بر بشریت، بر مسلمان ها، کسایی که برش ایمان داره، امی قرآن عظیم شان هست. وی قرآن عظیم شان را خداوند گفته که و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. این قرآن هدایت هست، رحمت خدا هم هست برشان و ضمناً خوشخبری چی است؟ خوشخبری بر ما میده اگر ما به این قرآن کریم چنگ بزنیم، متوسل شویم، از احکامش بدون از اینکه هر طرف دیگه ببریمش و به نفع خود بکشانیمش، بلکه ما باید این کتاب را در زندگی خود اساس بسیار در تمام ابعاد زندگی خود پیادهش بکنیم و او وقت بشارت یا مژده است که خداوند خوشخبری میده بر ما که خداوند از ما راضی شده و این بزرگترین نعمت بر یک مؤمن است. پس اینجاست که این اختلافی که ما تشیع و تسنن درش امروز درگیر شدن و معایی که همیشه بارها تکرار کردیم از طریق این پروگرام، باز هم تذکر میتونم که ما بیاییم که بیاییم بریم به سوی قرآن عظیم شان، سوری البته بقره آیه 134 هم هست و 141 دو جای در این سوره یاد شده، تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتون و لا تسالون عما کانوا یعملون. اینا امتهایی بودن گذشتن، انسان بودن، همه انسان بودن، اماما هم خاک شدن، خلفا هم خاک شدن، رویشان شاد باشن و اینا هر چیزی که کردن انسان است. انسان خب انسان خداوند موجود کامل خلق نکرده، انسان کامل نیست، ابدا کامل نیست، اشتباه داره و خداوند خودش آگاه هست. و در اینجا میفرمایه که هر گروهی که گذشتن اونا امتی بودن که گذشتن، هر چیزی که کمایی کردن برای خود کمایی کردن و شما چیزی که کمایی میکنین برای خود کمایی میکنین و شما از عمل کرده از اونا پرسیدن نمیشین. و این بسیار جالب است که بسیار ارزنده است که ما مسلمان ها بیاییم و این اختلاف را تا اندازه اختلاف ببینیم. خب ای که در تشریفات ما متفاوت هستیم، باشیم، اشکال درش نیست البته، اما بیاییم در اصول خود را به خدا نزدیک بکنیم، خود را به قرآن نزدیک بکنیم و این تفاوت هاییست که خدا ازش خوشنود نیست. البته صحبت ما به این معنا نیست که ما خدا نخواسته شیعه را یا سنی را متهم بسازیم، نه، ما همه مسلمان ها، خطاب عمومی است، خطاب جامعه است، ما همه مؤمن به خدا هستیم و بیاییم که بیشتر خدا به این کتاب آسمانی نزدیک و نزدیکتر بسازیم. برای از این کمی اختلافاتی که امروز موجود هست در بین مسلمین که البته شیعه و سنی عمدهش هست، دیگه اختلافات دیگه هم موجود هست،
اینا پیش خدا کسایی که اختلافات را دامن زدن، کسایی که اختلافات را ایجاد کردن و دامن زدن به خاطر منفعت‌های مادی یا منفعت‌های دنیوی پیش خدا مسئول هستن. ببینید قرآن عظیمشان در آیه فکر میکنم که سوره مؤمنون آیه 52 53 و 54 هست، من براتون میخونم آیات مختصری هست البته، در مورد اختلاف که خداوند چقدر اختلاف را نکوهش کرده. و این هذه امتکم امه واحده، میگه شما امت یک امت هستید، اول تمام انسان ها یک امت هستند، که قرآن کریم باز هم جای دیگه، من میایم سر از این آیت چون به می مطلب برخوردم، من میخواستم که تمام انسان ها را در سوره یونس آیه 19 و ما کان الناس الا امه واحده، انسان ها میگه تماما یک امت واحد بودن، فاختلفوا پس اینا اختلاف کردن، ولولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم فی ما کان فی ما فی یختلفون، و اگر اراده خدا نمی بود، به می که خدا اجازه داده ایره که بگذار آزادی است، بگذار که می اختلافات را که هرچی اختلاف می کنن مطرح بکنن، ولی اگر خواست خدا نمی بود لقدی بینهم، حتما و حتما بینشان در این دنیا فیصله می شد. یعنی خدا راضی نیست از اختلافاتی که بشر امروز به انواع و اقسام به گروه های مختلف تقسیم شده. اما در این آیه مؤمنون سوره 52 برای ما میگه این نهازه امتکم، شما مؤمنینی که به این کتاب مؤمن هستین، شما یک امت واحد هستین، و انا ربکم فتقون، و ما خالقتان هستم، خداوند میفرماید از ما حذر بکنین، من را در نظر داشته باشین. ببینین ما براتون چی روان کردیم، میگه این قرآن را روان کردیم که یکیش نمیشناسه، فقط کسی را میشناسه، بلا من اسلم وجهه لله و هو مؤمنون، فقط کسی را بشناسه که خودت مطلق تسلیم الهی بکنه با خلوص نیت و با اخلاص تمام، خودت تسلیم خدا بکنه، تسلیم خدا کردن از این کتاب پیروی کردن است. خب من به کتاب اصلی ما همی کتاب است دیگه. فتقطع امرهم بینهم زبرا، ولی امر وحدت و یک پارچگی خود همی انسان ها شکستن و با پارچه ها یا با گروه ها یا با گروه های دیگه تبدیل شدن. کل حزب بما لديهم فرحون، و هر گروه میگه که هر چیزی که مدار میگه من راست هستم، راضی خوش راضی است از امو چیزهای گروهی خود راضی هستن، در حالی که مؤمنین همه یک آیین یک گروه باید باشن، مؤمنین همهشان چون یک کتاب دارن، یک خدا دارن، باید همه هم بسته باشن و همه دست به هم بتن و این اختلافات گروهی را نه تنها دامن نزنن، بلکه این را باید کوشش بکنن که محوش بکنن، کوشش بکنن که خلاها و این اختلافات را تا جایی که مقدور است به حد اقلش برسانن، مؤمنین به هم بیاید. قرآن کریم میگه در آیه آخرش که فذرهم فی غمرتهم حتی حین، شما بگذارید ایشان را در این حالت مخشوش بودن و سرگردانیشان تا مدت زمانی که یعنی زندگی دنیا هست و انسان خب واضح است این زندگی را رها میکنه و میره، یعنی خداوند ازش ناراضی هست از این اختلافات، فقط و فقط این کتاب ما هست و به این کتاب ما متوسل شویم، حتما حتما رای خود را پیدا کرده میتونیم. و ما البته دوستا و عزیزایی که میخواین در این مورد صحبت داشته باشن زنگ بزنن، تلفن خطای ما باز است، سوالای خود را مطرح بکنن. و ما تقاضای ما بازم در هر بار ما می تقاضا را کردیم، بازم دوستان تقاضا میکنم که صحبت ها بر امی سوال ها و نظرات که دوستا و عزیزای ما دارن در مورد امی بحث امروز، نه تنها امروز بلکه هر برنامه هر پروگرام ما که هست در امون مورد محصور و مختصر بسازنش، تا ای که هم درست جمع‌بندی کرده بتونیم مطالب را
یک ذره یک توضیح بیشتر در مطلب داده شده باشه و ضمناً دوستایی که در اون مورد سوال داره بر از اونها هم منصفانه برخورد شود، چرا بسیاری کسایی است که خطای ما پر می باشه و میخواین صحبت داشته باشن، اما اگر دوست زنگ میزنه و سوالای دیگه را مطرح میکنه حتما وقت از اونها وقت بر از اونها نمیرسه که معنی تقاضای من از بینندای محترم در این مورد است. خب بیاییم ببینیم که دوستای ما نظراتشان یا سوالاتشان به طور مختصر البته چی است. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. بله سلام علیکم. سب سلام علیکم، خوب هستی؟ تشکر. شما را از آمبورگ زمت میتم. بفرمایید. سوال ما راجع میشه به می گفتاری هفته گذشته شما. بله. که متاسفانه هفته گذشته من رخ نشدم. بله. یاد کوشش کردم نشد. من میدانم دوستا روی خیلی میباشند. من دلیفته تصادف نیکن اولین کسیتون که من رخ میشم. بله. و سوال من این بود که شما در هفته گذشته راجع به پیدایش حضرت یارم و بی بی آوا صحبت کردین. بله. و از اولادایشان و از زندگی که بعد از او بالاخره قبیله و قوم و که بالاخره با مملکت و دیگه ختم میشه. بله. شما سوال می بود که وقتی که آدم هم حضرت یارم هم تنها خلق شد و بی بی آوا و اولادای زینا مسئله ازدواج زینا چه رقم بود؟ خب تشکر. همین سوال تو؟ برادر با هم ازدواج میکردن یا یه کاملا اینمی سوال پیش ما است که این رو باید شما جواب بدین. حتما دیگه من مختصر براتون چون قرار بود که همین سوال ها در مورد این بحث باشه، مگر چون شما از هفته پیشتر چیز کردین ما یک تذکر مختصر میتم. البته امید است که باز در آینده صحبت مفصل سرش داشته باشیم. تشکر از شما. خواهر ما که سوال کردن در مورد اولاد آدم، اینا خب چیزهایی است که امروز کتاب ها و علمایی که در این مورد تحقیق میکنن و نظر میتن. خب در این مورد به می شکل بوده که اول حضرت آدم ایجاد شد و بعد از او هوا و اولادشان. آل سوال از اینا در اینجا بود که چطور ازدواج میگه، چطور تکثیر پیدا کرد. خب مسلمن که همه با هم ازدواج میکردن در اون موقع. در اون موقع ببینید سوره نساء را من براتون آیه اولش بخوانم. یا ناس ای مردم اتقوا ربکم، از خدایتان بترسید او که شما را خلق کرده از نفس واحد از یک انسان و خلق منها زوجها و از عین جنس زنش آفرید و زوجش و بس منهما رجالا کثیرا و نساء و از امید و مردان و زنان بیشمار ایجاد کرد که به مو شکل البته صورت گرفت. ولی مسئله ازدواج، خب مسئله ازدواج خواهر برادر خب در اون وقت کسی دیگه نبود، یک آدم و یک هوا بود، همه با هم ازدواج میکردن تا به خاطر تکثیر و این مسائل چیز شود و ولی پس آنها این باز خداوند منع کرد برای اینکه نه از نظر صحیح است و نه مشروع چیز است، البته پسانش چیز شده رد شد. بله. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. تلویزیون آریانا افغانستان. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. من دوست عزیز، سوالا رو بسیار مختصر فقط به می بحث امروز ما که راجع به شیعه و سنی بوده بحث میکنم. گرچه شما اگر مسئله صیغه را مطرح میکنین یک بحث است که من میتونم که یک بسیار مختصر بگویم چون در می ارتباط میگنجه، ولی انتظار از این نداشته باشین که مفصل ما صحبت بکنم در این مورد. سوالتان در این مورد چی بوده؟ خب در بحث امروز که هم سوال نظر دارین یا همین سوالتان است؟ خب تشکر. خیلی شما تشکر. من ببینید یک جمله مختصر براتون میگم. ببینید مسئله صیغه و صیغه در اسلام در مجموع یک تعداد کتب سنی هم به اعتقاد بوده که در اول رواج داشته، پیامبر صلی الله علیه و آله اجازه داده اما بعدش قطع شده، منع کردن. و بعضی کسا میگن که در زمان حضرت عمر فاروق خود از اونا ای را قطع کردن و منع قرار دادن. تشیع میگن هنوزم ادامه داره و اختلاف مسئله صیغه در موجه مطرح میشه که آیه را که چیز میکنن، آیه را که مثال میزنن در این قسمت سوره نساء آیه
آیه 24 هم است فکر میکنم، بله آیه 24 که البته در چون در مورد یک دفعه صحبت کردم ابن کثیر مطالعه کردم، در او هم میگن که در ابتدا به استناد امی آیه فکر میکردن که به می آیه امی آیه اجازه میده مسئله صیغه را که یعنی ازدواج موقت، اما پس آنهایش رد شد که امید است مختصرا سوالتان جواب گفته باشه. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. ما از فنلند مزایم شما شدم. خواهش میکنم. خوش آمدید. تشکر. وسیع صاحب شما نظر به مو آیات مبارکی که از قرآن تلاوت کردین. بله. مو فرقی که بین اهل تشیع و تسنن است. بله. او را شما تذکر دادین و ترجمه هم کردین. بله. ولی چرا همی یک آیت مگر داره چندین ترجمه است، در حالی که همچه ترجمه واحدی است که در این شکل نیست؟ بله. چرا این علمای اهل تشیع بله. در نظر نمی گیرند و این را تطبیق نمی کنند؟ فقط سوال ما همی بود. تشکر جان. و دیگه این که در بعض موارد اینا بسیار زیاد افرادی عمل می کنند. به گونه مثال ما از جمله کسایی هستم که چندین سال ما در ایران تیر کردیم، یعنی در جامعه اهل تشیع. بله. یعنی در اونجا باور بکنین که ما به صورت پنهان وضو میکردیم و نماز میخواندیم. بله. حتی میترسیدیم که ما را ببینن دست بسته. بله. و طریق وضو کردن ما را تهدید میکردن. حتی یعنی بشان خلفای راشدین گفای بسیار نادرست میدادن. بله. دشنام و فاش میدادن. بله. اتو به روزای هم شده که ما درگیر شدیم، حتی جر و بعض شد، خلاصه نفرهای جمع شدند و خود چیز از دست ما پوره نبود. بله. من میره میخواستم یک کمک که زیادتر اگه توضیح بدین. حتما انشالله. تشکر از شما. ببینید دوست ما، دوست عزیز ما، اول نکتهشانه میگود که مسئله آیات که در قرآن عظیم شان هست. آیات قرآن عظیم شان آیات محکمات، آیات صریح است که هیچ نوع تغییر و تعریف و تغییر و تعبیرهای متفاوت را نمیپذیره. البته میدونه انتخاب کلمات فرق میکنه در ترجمهش. ما انسان ها انتخاب میکنیم کلمات را، ولی آیات محکمات را نمیتونیم که ما جایش تغییر بدیم، مقام که داره یا امو عظمت که داره. و آیات متشابهات هم باید به اساس امو آیات محکمات چیز شد. چرا بعضا سوی تفاهم میشه که آیات متشابهات هم میدونه هر کس بر شکلی که بخواین تعبیر کنه نیست، نه نیست. و به اساس حدودی که خدا گذاشته و از حدود نباید که انسان تخطی بکنه. اما ای که ترجمه میشه، تعبیرهای ازش میشه، خب همیشه از این چیزا در هر انسان از این کارها کرده کوشش کردن که یک توجیه بر خود. مسلمان ها، انسان همه انسان ها در این امروز در تمام ادیان از چیزا بوده که امروز اختلافاتی که حتی در مسائل یهودیت و مسیحیت و اسلام و اینا هست، به میخاطر تعبیرهای ازش وجود داره ترجمه میکنن. باز بالاخره به چیز تاریخی کشانده شده که شاید او به او ارتباط داشته باشه اینا، که ما کوشش کنیم که بیشتر به خود آیات قرآن عظیم شان نگاه بکنیم تا مسائل ما حل شود. این که شما یاد کردین چند سال در ایران بودین و اختلافاتی بوده و اینا، ما مشکلی که داریم مسلمان ها بین خود مشکل داریم، اسلام شوی اشکال برداشت است. اسلام چی میگه؟ امو شاعر که میگه که اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. خب اسلام اجازه میده مثلا فقه اگر اختلافاتی در فقه بوده در نماز خواندن دستواز و دستبسته که ما گفتم اصلا هیچ اشکال نداره. امروز الحمدلله در مساجد که ما میریم بعضی برادرای است در پای ما ایستاده دستش باز است، خدا را شکر میکنیم که دو برادر به هم میآیند در یک مسجد نماز میخوانند و اصلا وقتی که سلام میگذاریم میگردانیم با هم دیگر قول میدیم و برادر هم هستیم. اصلا این چیزها را ما کاملا باید از خود دور بکنیم. چیزهای نادرسته است که البته در ایران هم بوده، در افغانستان هم بوده، در هر کجا بوده و در همین امریکایی که ما زندگی میکنیم هم امروز هم متاسفانه هست. برای اینکه اسلام را از یک دریچه، از یک تنگنای بسیار خرد میبینن و اسلام بسیار دین وسیع است که ما باید وارد شیم و ببینیم که ما کجا قرار داریم. خدای ما یکی است
کتاب ما یکی است، پیامبر ما یکی است، به سوی یک خدا و پیش میریم، اصلا اختلافات مطرح نیست. و امید است که برادرای ما همه از تشیع و تسنن آواز میشنوند و ببینیم رای خدا بهتر به سوی قرآن پیدا بکنیم. تلویزیون آریان افغانستان بفرمایید. سلام برادر قدم. سلام علیکم. من حامد هستم، شما را از لازویگاه زحمت میتونم. خواهش میکنم بفرمایید. خوب هستید؟ این برنامه شما را دیدم، من خیلی خوش شدم و خواستم بستم یک چیز اضافه کنم. بفرمایید. فعلا زمان از این است که ما شما شیعه و سنی بگویم. همین جا ما شما میدونیم یک چینل از ایرانی هاست، یک چینل از ما شما. بله. اونا شیعه سنی میگن، شما شیعه میگن. بله. این ترتیب اینمی خودش نفاق انداختن بین مسلمین است. بله. در حالی که شیعه هم خدا میگه، سنی هم خدا میگه. کاملا کاملا. پس چرا ما شما گپای انگلیس و امریکا را به گوش مردم خود برسانیم؟ ما پای شما، شما همین که اگر میتونین، ما همیال اتفلا داریم که اطلاع نا راجع به خدا و قرآن نمیدانند. بله. ما راجع به این صحبت کنیم که بر مردم پیام میدیم که شما راجع به سیاست صحبت کنیم یا راجع به سنی. بله. شما از هر حدی که هست آردیش خدا میگن. بله. کاملا. هر کس به نظر من که امروز ای گپ میزنم، به نظر من این کس است که گپای انگلیس و امریکا را چیز میکنن و میخواهیم که بین جامعه مسلمین بی‌اتفاقی و نفاق قبردن. بله، تشکر برادر گل، ممنون هستم از نظرتان. من شما را ختم میکنم. صحبت برادر ما واقعا صحبت نیکی است که راستیام که ما همه باید به این کتاب چنگ بزنیم. همه یک امت هستیم، فراموش نکنیم همه یک امت هستیم. این که مسلمن خب به دو گروه تقسیم شده که امیدوار هستیم یک روز پس دوباره این دو گروه به هم دیگر بیاید. تقریبا در حدود 12-15% مسلمین تشیع و باقی ماندهش همه تسنن است اکثریت. اما این گروه ها باید بیاین با هم دیگر، اختلافات ظاهری را کاملا دور بکنن. اما کار بعید به نظر میرسه، این واقعیت های وجود داره که مردم بفهمن ازش، دوستان ما بفهمن. ولی در ابتدای برنامه ما یاد کردم که همه مؤمن به خدا هستن، همه مسلمان هستیم، همه به سوی یک مسیر در حرکت هستیم و این قرآن کتاب ما هست، محمد صلی الله علیه و آله پیامبر ما هست، همه چیز است. و این ما باید برای اولادهای خود، برای دوستای خود بیشتر بفهمانیم که این اختلافات است که متاسفانه ایجاد شد، یا به خاطر قدرت یا مسائل سیاسی یا هر اون چیزی که بود اختلاف ایجاد شد. اما ما امروز در قرن 21 زندگی میکنیم، پس دوباره با هم دیگر باید نزدیک شویم با وصف تفاوت‌های ظاهری که هست، بتونیم که خود را نزدیک به هم ببینیم و نفرت و کدورت و دشمنی هایی که تا امروز هم در بین شیعه و سنی وجود داره ایرا از خود دور بکنیم. تلویزیون آریان افغانستان بفرمایید. سلام محترم واسیت، سلام علیکم. سلام علیکم، خوب هستید؟ زنده باشین. اسم خوشحال است، شهر تورنتو کانادا امریکا صحبت. بفرمایید بفرمایید. یک اول مختصر باشم، میخوام نظر شما رو بشنوم. باز من جواب خود از پردی تلویزیون گوش میگیرم. بله. یک از برنامه‌ها رو من میشنیدم چند هفته پیشتر، یک برادر محترم از ایران صحبت میکردن. بله. میگم از کالیفرنیا. توصیه از اینا برای برادرای محترم اهل سنی بود که اگر به گفتار والدین گوش میگیرید. بله. توصیه از اونها بود برای اهل سنی. بله. توصیهشان بود باید دیگه، اگر به گفتار والدین خود گوش میگیرید و چیزی که آنها برایتان میگوین و عمل میکنید، دیگه شما مشک هستید. آها. دیگه در صورتی که مثلا منظور از اینا بود که ما شما باید کوشش کنید که مثلا علم خود باید یاد بگیریم و با قرآن عمل کنیم و دلی؟ اگر شما رای اصلی قرآن میفهمین باید متوجه اهل بیت باشین، در غیر صورت مشک هست. خب تمام چی چیز؟ صرف همی موضوع رو میخواستم بر شما بشنام، اگر یکم اکی سر از یه روش نیپرتین بر ما بهتر، خب باز جواب خود از طریق تلویزیون میشنم. بسیار ببخشید، نمیجه یک سوال پیش من خلق شد که شما اول گفتین بر برادرهای سنی میگفتن، باز پسان گفتین که میگفت که از اهل بیت پیروی بکنین. منظورتان یک ذره اگر برزی که جواب ما که میتون باز براتان قانع کننده باشه. برادر محترم ما اصلا پروگرام اجرا نداره باری خطبی اخیر حضرت محمد صلی الله علیه و آله بود که با گفتار اینا که شما قبلا هم اینا را ذکر کردین در روی پروگرام که حضرت علی کرم الله وجهور اینا به حساب ولایات یا خلیفه بعد از خود اینا انتخاب شدن، از طرف حضرت محمد
بله. بعدا با صحبت دمی آمد و به ارتباط اهل بیت آمد. اگر شما به حساب صحبت جنایی بود که شما باید رای اسلام که پیش میبرین، یکانا رای نزدیک اسلام یا اصلی اسلام ایست که شما رای اهل بیت باید پیش ببرین. خب از ویان از براد بله تشکر. توصیه از اینا برای برادر اهل سنی ای بود که اگر شما میخواین که مثلا دا ایسای قرآن به حساب درستی و پیش ببرین، بله، دیگه با گفتار اهل والدانتان گوش نگیرین، چیزی که مثلا والدین بر شما میگن، اگر چه صحبت از اونها به انگلیسی بود واقعا. بله دیگه میخوان که انگلیسی از اونها را شاید هر بار هفت ترجمه کنم. من میدونم تشکر از بسیار نه یا مطلب واضح شد. من صحبت میکنم شما خیلی بشنوید از طریق تلفن. برادر اهل تفانه او ای بودن که اگر شما میخواین که قرآن صحیح بفهمین باید پنجه چیز کنین و اهل بیت را اهل بیت پیش ببرین تا که با رای اصلی اسلام. در غیر صورت مشک هستین که لغت از اونها که استفاده کردن گفتن که شما idol worshipper. آها. تشکر است از سلامت باشید. و علیکم السلام و رحمت الله. ببینید ما هم از این صحبت ها شنیدیم بعضن که ما همیشه امی مطلب را یاد کردیم که برگشت ما مسلمان ها به سوی قرآن الهی باشه. ما از این قرآن باید پیروی بکنیم. از این قرآن پیروی بکنیم. ای که از والدین خود ما پیروی میکنیم، اول کسایی که طفلایی که در فامیل ها هست در سن سال قرار دارن که باید از والدین خود پیروی بکنن مسلم هست. اما وقتی اگر به سن رشد و کمال میرسن حقایق میفهمن که با او که والدینشان در اشتباه بود مسلمن از والدین پیروی نمیکنن اگر اشتباه بود و والدین خود هم متوجه میسازن. خب والدین چقدر والدینی بوده که از این خبر نداره تا امروز، متاسف هستیم از البته وجود در حقایق است. اما ای که ما باید بیاییم از طریق اهل بیت باید چیز بکنیم، خب نظر اهل تشیع است، البته که نظر هر دوست پیش محترم است. و ما هم یک روز یک برنامه را شنیدیم که یک دوست ما، دوست برادر بسیار محترم است، صحبت میکردن و میگفتن قرآن ما نمیفهمیم، فقط اماما میفهمن. ببینید در این موارد ما خب میشه که انسان ها برای به یک مسیر دیگه هم برای در مشکل اساسی است. قرآن کریم به صراحت تمام در یک سوره، سوره قمر، سوره 54 قرآن، آیه 22 32 40 خداوند می فرماید که ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما قرآن را برای یاد گرفتن و دقت کردن آسان ساختیم. اصلا کسی هست که دقت بکنه و توجه بکنه؟ اگر ما و شما هر کدام ما به این قرآن کریم میخوانیم یک ذره وقت برش بدیم، با زبان بخوانیم که میفهمیمش و یک اندازه دقت برش بکنیم، توجه برش بکنیم، وعده خدا حق است و این کلام را ما میفهمیم. مگر ای که خب چیزای مغلق تاریخی و اینا آن است که ما میریم کتب تفاسیر میخوانیم یا از یک عالم سوال میکنیم اینا، ولی احکام الهی اساسه که ما را در کدام مسیر قرار میده کاملا قرآن واضح هست، کاملا قرآن آسان هست. یا ایست که ما اگر خدا نخواسته خدا را متهم به این بسازیم که خدا راست نمیگه، این قرآن خدا میگه راست ولی نه، من میگم که نه از یک طریق دیگه، که متاسف هستیم. در بین تشیع و تسنن هست، وجود داره این چیزا، هر دویش وجود داره. اما ما باید به سوی قرآن خدا بیاییم و این کتاب را بخوانیم. و من نظر ما ایست که اگر هر کسی به هر سویه که هست، سویه علمی و دانش و اینایی که هستن، اگر دیدین که آیه قرآن را به شکل توجیه کردن که مخالف اونمو متن که قرآن یاد کرده و شما میفهمین و زبان خواندین میفهمین، ردش بکنین و قبولش نکنین، حتما سوی استفاده در کار است. هر شکلی که باشه که قرآن میگه این طرف برین، کسی دیگه میگه نه، خب منظور خدا خب ایتون نبوده، ای که خدا گفته ایتون، ولی شما این طرف باید برین، خب مسلما تحریف است که میخواین در قرآن ایجاد بکنن. البته باز هم با احترام به هر دوی مذهب تشیع و تسنن، ما یاد میکنم که متاسفانه در هر دویش چیزا وجود داره. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. بله سلام. سلام علیکم. خوب هستید؟ تشکر. بسیار خوش هستم که رخ شد. من یک سوال داشتم که امی برادرای شیعه یک چیزی به آذان زیاد کردن، مثلا میگن علی ولی ولا. بله. آیا امی کدام چیز زیادی است یا کدام چیز به آذان نقص میرسانه یا
کرام چیز دفن از زمان رسول الله مبارکستانی؟ من میگم برتان تشکر. خیلی شما از تلویزیون گوش بکنم. من دفعه سوال کردم همیشه رفت نمیشد. سلامت باشین. امی یک چیزی بود که من سوال بکنم که بعضی کسا به یه عقیده هستن که قرآن شریف وقتی که به رسول الله مبارک نازل شد بله خلبشان وقتی که به مردم تشریح میکدن او رو به زبان عامیانه تبدیل میکدن، آیا می حقیقت داره یا نه؟ خوی ایران برتان میگم. تشکر بسیار. خواهش میکنم. تشکر از شما. بله دوست ما که سوال کردن یکی در مورد آذان اینا که علی و ولی الله میگن، البته خود اهل تشیع به یقین هستن که البته باید گفت که اگر کلمه علی و ولی الله، اگر ولی دوست و دوست خدا بگوییم خب اشکالی نداره درش تشیع به می شکل آذان را مطرح میکنن و تسنن میگن که نه به اون شکل نیست، به شکل است که ما میخوانیم. حتی تشیع باز هم تسنن را متهم به این میسازن که بعضی چیزهایی بود در آذان یا بعضی چیزهایی نبود که حضرت عمر افزودش کرد، مثلا در نماز صبح که صلاة و خیر من النوم نماز بهتر است از چیز. ولی اینا اختلافات نیست که ما با هم درگیر شویم و هیچ اشکالی در این مطالب نداره، یعنی این ما را مختلف نمی‌سازه. سلیقه‌های خودشان بوده یا هر چیزی که بوده یا سنی یا شیعه، ما فقط با آذان دادن ایست که ندای است که به سوی نماز به سوی مسجد مردم را مسلمان ها را دعوت میکنن که بیاین و جمع شوند و به نماز ها و اینای خود پابند باشن. مطلب دوم که یاد کردن که قرآن عظیم شان وقتی وحی میشد به زمان محمد صلی الله علیه و زبان خود بازی را چیز میکردن، ببینید قرآن کریم علمی کلام است که به می شکل که مانده از اون دوران تا امروز مانده و محمد صلی الله علیه و سلم وقتی وحی می گرفتن با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شروع میکردن، با صادق الله العظیم ختم میکردن، کاتبای وحی بودن نوشته میکردن، حافظین حفظ میکردن و اینا به می شکل قرآن مان. یکی باز توضیحاتی که میدادن محمد صلی الله علیه و سلم خب واضح است، نظر به اون شرایط و وقت اینا ایجاد که میشد توضیحات را خودشان میدادن، تشریح میکردن. خب گرچه کمی زبان به زبان عربی اصیل هم وقت بود مردم میفهمیدن، مسلما توضیحات کار داشت و تفسیر و چیزی کار داشت که محمد صلی الله علیه و سلم برای مردم توضیح میکردن تا بتونن مطالب یک ذره بیشتر برشون واضح شود. یا به حساب دیگه که وارد جزئیات فردن اگر یک مطلب حادثه میشد باز قرآن عظیم شان را آیه قرآن سند قرار میدادن و خودشان توضیحات در اون مورد میدادن. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. سلام. بله بفرمایید. سلام علیکم. بله. نام بله. میخواستم راجع به موضوعی که مال آمدم تلویزیون روشن کردم بین مردم شیعه و سنی بود. بله. ما خودم شیعه هستم، شوهرم سنی. بله. امروز ما گرفتیم ببخشید ما وقتی که موضوع اولاد ما یکمک کلان شد ما برشان این موضوع رو تشریح کردیم. بله. بس که بسیار کوچک بین ما و شوهرم پیدا شد، بالاخره ما و شوهرم شیشتی برای اولاده هم گفتیم بچه شما خودتان به سن سال که رسیدین و امیدین ما حالا که برشان میگید باید برین معلومات کنین راجع به یکی از عالم روشن فکر ما. بله. که این ناچیزی که بر شما میگن امرو تکیب کنین. بله. بای ما یک خداست، پیغمبر ما یک پیغمبر است، قرآن ما یک قرآن. کاملا کاملا. و تنها اینه میره برام وطنان عزیز ما میگید وقتی که در بینتان این موضوع پیدا میشه و یا این موضوع پیدا شده و از بزرگای ما یا فامیلای ما مانده، شما نباید بر اولادایتان این چیزه که پیش خودتان است بر از اونا تشریح کنید. کاملا. بسیار بسیار تشکر خواهر محترم. دینون الاسلام و ارکانه الجلیل دعایم الفدیل و یا شهادتانی کعیدت الایمان و صوم و الصلاة و حج و السکهتو.